حالا بازی آغاز میشه و مهاجمین ملوان توسط مسلمان توپ رو میرسونن به رحمزنی و هم بلند توپ رو میرسونه به پشت محوطه جریمه استقلال که بابک پورغلامی توپ رو برمیگردونه. نزهتی یوسف زاده طلب توپ میکنه، رمضانی اونور حرکت کرده با پشت پا برای رمضانی، یه نگاه به چارچوب سلبش از همونجا میزنه رمضانی، توپ بلند رحمتی اون طرف زیر پای شریفات پایین میاد، رمضانی باش حرکت میکنه، شریفات بهتر از رمضانی عمل میکنه، پا به توپ نزدیک میشه محوطه جریمه، توپش هم میفرسته خطرناک و بابک پورغلامیه که با ضربه ساعت توپ رو به اوت میفرسته. شکل میدن، خیلی اعتقاد دارن که اگر همون ترکیب ابتدای فصل رو استقلال تا به اینجا حفظ میکرد، حالا چند امتیازی بالاتر در سر جدول بوده. ساموئل پشت محوطه جریمه برای میلاد میدابودی، خود میلاد نگاه به دروازه با روی پا، موقعیت برای استقلالی ها، این ضربه و گل، گل برای استقلال، یوسفی گل میزنه، استقلال 1-0. خوشحالی تماشاگران استقلال در ورزشگاه آزادی و خوشحالی پرویز مظلومی. میتونه بازی باشه که استقلال برگرده. نگاه بکنید، اینو انداخت پشت مدافعین و حرکت یوسفی که قدر این پاس طلایی ساموئل رو دونست. کاری هم دستان سید علی حسنی صفت بر نمی اومد. میگن محوطه 6 قدم فوروارد وقتی توپ رو در اختیار داشته باشه گل حتمی است و دروازه‌بان اونجا نمیتونه واکنشی از خودش نشون بده. ضربات ایستگاهی رو زندی خواهد زد، کورنر رو معمولا او میزنه، این بار هم بلند، موقعیت عالی برای استقلالی ها، انگیزه خوبی برای بازیکنان تیم استقلال میتونه باشه این نتیجه. یک استقلال در محوطه جریمه، نزهتی یه نگاه به چارچوب میکنه، برمیگرده پاس به بیرون، یه ضربه از راه دور وقتی میکنه، سید جلال رافخایی به بیرون میزنه، سالار زده ساموئل بلند در محوطه جریمه، موقعیت برای استقلالی ها، توپ رو دور میکنه حسنی صفر. خود پورغلامی یک بازیکن سرزن بود در زمانی که در ملوان فوتبال بازی میکرد. دوباره ملوان ها برای رمضانی، میتونه توپ بپاسه به دروازه، این کار رو انجام میده و در نهایت جایگیری خوب امیرآبادی و این ضربه که این طرف هنوز هم موقعیت برای نزهتی هست، نزهتی با پای چپ ضربه رو میزنه، رحمتی واکنش عالی نشون میده، یه موقعیت عالی رو از ملوانان میگیرن. استقلالی ها بلافاصله توپ رو عطاب میکنن، چهره مضطرب منتظری که اعتراض میکنه به مدافعینی که لحظه ای جا مونده بودن، جعفری دوباره برای یوسف زاده، رمضانی برمیگردونن برای یوسف زاده که داره آرام آرام اون نقش محوری خودش رو برای ملوانی ها ایفا میکنه. سعید سالارزاده کوتاه، مسلمان رو صاحب توپ میکنن، دوباره برای سعید یوسف زاده، رمضانی میتونه توپ رو به روی دروازه، این کارو انجام میده، کوتاه دو تا ملوانی به توپ رسیدن، موقعیت برای نزهتی و در نهایت سید مهدی رحمتی که یه موقعیت عالی رو گرفت. شریفات با به توپ جلو میره، یه بازیکن رو جا میذاره، به استقبالش میره جعفری، پاس‌های کوتاه استقلالی‌ها بلای جان مدافعین ملوان شده. زندی یه پاس پشت محوطه جریمه، برهانی توپ رو خیلی خوب کنترل کرد، مانورهای او رو دیدیم، پاس به بیرون برای یوسفی، امیرآبادی که باید زودتر توپ رو میفرستاد، این ضربه و توپی که از کنار دروازه بیرون میره. این بازیکن امیرآبادی مسیر توپ رو تغییر میده، حالا برای شریفات، بازیکنی که در جا گذاشتن مدافع مستقیم خودش زیاد کار دشواری نداره، ترجیح میده به امیرآبادی توپ رو بفرسونه، ضربه امیرآبادی کات میکنه با توپ برای آرش برهانی، حرکت بدون توپ امیرآبادی کار رو برای برهانی راحت میکنه، یه لحظه توپ رو گم کرد آرش، تصمیم میگیره کار انفرادی انجام بده، بابک پورغلامی با یه تکل به راحتی توپش رو میگیره. حالا برای نزهتی دور میزنه کامل، ولی زندی معمولا این گونه تکل‌ها رو بی‌نقص میزنه. شریفات یه مهار سینه، توپ رو میندازه جلوی پاش، رمضانی در مقابلشه، در اون محوطه جریمه، پاس به بیرون، این ضربه. چهره یوسفی رو دیدید، رحمتی از دروازه بیرون میاد، توپ از محوطه جریمه بیرون هست، کار سختی میکنه رحمتی، توپ رو بیرون میفرسته. حرکت رو به جلو از یوسف زاده، یه پاس عالی برای جعفری، ضربه جعفری و واکنش سید مهدی رحمتی.
بعد اصفهان چهره شد و در این فصل ملوان فرمند رو بروی خودش ادامه داد. یه ضربه بعد در اختیار سید علی حسنی صفت قرار میگیره. رقابت سنگین استقلال با دو تیم بالای جدول باعث شده تا نتیجه گرا هم بشه استقلال. برشه در این بازی میبینید که جانب احتیاط هم رعایت کنه. یه ضربه عالی و واکنش خوبه سید علی حسنی صفت مزه مزه کرد و توپ رو زد زندی. نگاه کنید حرکت آیسه رو، این واکنش توپ به زمین که برخورد کرد کار سید علی حسنی صفت رو سخت کرد. آخرین لحظه توپ رو به کورنر فرستاد. توپ رو هم دور کردن. نصحتی مسلمان برای سجاد رافقایی خودش رو از منطقه آفساید بیرون کشید. اونور ملوانان دارن اضافه میشن به درون محوطه جریمه. خود رافقایی حالا پشت محوطه جریمه. یه ضربه سنگین و توپی که از بالای دروازه بیرون میره. محسن مسلمان سابقه گل زدن از این فاصله رو داره. به شکلی خطرناک توپ از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت. این بازی موفقه هفته 26 لیگ برتر ما هست. یه موقعیت برای بازیکنان تیم ملوان در محوطه جریمه. گل مساوی ملوان به ثمر میرسه یا خیر و سید مهدی رحمتی واقعا هم نشون میده که یه تک به تکیر کار کشته است. حالا حرکت های سر ببینید که مسلمان این توپ رو چطور زد و باریکلا به سید مهدی رحمتی که توپ رو عالی گرفت. یه ضربه سنگین و باز هم واکنش سید مهدی رحمتی. خود علی رمضانی بلند توپ رو میفرسته به دروازه. ضربه سر اول رو حمودی زد. اون شلوغی جلوی دروازه دوباره توپ رو برمیگردونه. امیرآبادی این بار توپ رو برمیگردونه. ساموئل یه نگاه میکنه به شریفات. توپ رو هم بهش رسون. میلاد میداودی حرکت بدون توپ رو انجام میده. توپ رو میرسونن به میلاد. دروازه تیم ملوان به شدت داره تهدید میشه و توپی که به دیرک دروازه برخورد میکنه. استقلال به گل دوم خودش نمیرسه. نگاه بکنید حرکت آهسته رو و حرکت حسنی صفت در مقابل میلاد میداودی. این بازیکن اجازه نمیده که بازیکنان ملوان حداقل روی هوا مسلط بتونن به ضربه سر بزنن درست داخل محوطه جریمه. توپ زیر پای نصحتیه. کاپیتان استقلالی ها در مقابلشه. برهانی اونجا نزدیک میشه. داور خطا نمی کنه. حالا این ضربه سر و توپی که از کنار دروازه بیرون میره سگه جلال رافقایی. داور اعتقاد داره که خطایی هم به روش اتفاق نیفتاده. ارسال بابک پورغلامی رو نگاه بکنید و این ضربه سر سید جلال رافقایی در دقیقه 66 بازی. زندی مأمور زدن این کورنر هست به روی دروازه ملوان. ساموئل در کنار سعید سالارزاده یادگیری میشه. زندی بلند توپ میفرسته. یه ضربه سر از حنیف و در مقابل دروازه ملوان موقعیت کماکان برای استقلالی ها و آرش برهانی. هیدری آرش تک مهاجم استقلالی ها به این توپ نمیرسه. شریفات یه توپ سرگردان رو پشت محوطه جریمه گرفت. حالا ضربه‌ش رو میزنه شریفات. سید جلال رافقایی موقعیت در اون محوطه جریمه. دوباره خود سید جلال دروازه خالی استقلال و توپی که باز هم سید مهدی رحمتی به شکل عجیبی میگیره. منجی آبی پوشان رو ببینید. سید مهدی رحمتی در شرایطی که به سمت دیگه ای نگاه میکرد با دست مخالفش توپ رو زد. حالا برای خسرو حیدری. خود خسرو کنار خط حمودی رو خیلی خوب راه انداز. آرش داره اضافه میشه. پاس به بیرون دروازه تیم ملوان تهدید میشه اما باز نمیشه. یک هیچ کماکان استقلال. حرکت آهسته رو نگاه بکنید. بابک پورغلامی دروازه ملوان رو از باز شدن دوباره نجات داد. بیش از 5 بازیکن رو در مقابل این توپ قرار داده و همه هم بلند قامت. فقط 2 بازیکن کوتاه قامت کاملا در تصویر مشخص هستن. ضربه رو حالا رمضانی میزنه و توپی که از کنار دروازه به شکلی خطرناک به بیرون میره.
استقلال هستن، فقط بابک پورغلامی روی خط باقی مونده. معبودی توپ رو کنترل میکنه، باید میداد پاس رو به ذخیره، همون انتخاب رو انجام داد، زودتر میتونست این پاس رو بده. همرنگ پشت محوطه جریمه یه توپ رو میفرسته برای سید جلال رافقایی، آفساید هم نیست، خود سید جلال به این توپ رسیده. حالا این ضربه سر و توپی که از کنار دروازه به شکل خطرناکی به بیرون میره. عزیزانی که از روز اول نوروز در ورزشگاه باعث نظم و انضباط بودن در ورزشگاه، یگان ویژه پاسدار ناجا و کارکنان مجموعه ورزشی آزادی و مدیریت حراست مجموعه ورزشگاه آزادی